در 24 ساعت گذشته 15 انفجار در 7 استان عراق که بیشتر شیعه نشین هستند 49 کشته و 107 زخمی داشت. در شدیدترین انفجار در یک بازار سنتی در شهر سامرا 24 نفر کشته شدند و امروز بمب دیگری در مراسم تشییع قربانیان این حادثه منفجر شد که 7 کشته دیگر داشت. اولم قطر و سعودی. برخی کشورهای همجوار دست به دست اسرائیل و آمریکا دادند و در کشتن مردم عراق دخیل هستند. ارهاب یعنی تروریست‌ها به تازگی داماد من را کشتند. آنها می‌خواهند عراق را کشوری ناامن جلوه دهند. این در حالی است که با افزایش اقدامات نیروهای امنیتی عراق در روزهای اخیر چندین تروریست به ویژه در مرز سوریه با عراق به هلاکت رسیدند و یک کارگاه بمب‌گذاری خودرو در بغداد نیز کشف شد. و دولت العراق و شام بیشتر این اقدامات از طرف گروه موسوم به دولت اسلامی شام و عراق برنامه ریزی می شود. این گروه با همکاری برخی طرف‌های داخلی در عراق به دنبال وارد کردن اسلحه از مرزهای سوریه به عراق است که باید با آنها مقابله شود. با نزدیک شدن به تعطیلات عید قربان در عراق، طرح افزایش تدابیر امنیتی در استان‌های مختلف اجرا می شود. مردم باید خودشان هم به نیروهای امنیتی کمک کنند. این به نفع همه مردم عراق است.